سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید هر جایی که هستید. امروز با دو تا داستان باهاتون هستم. دوستان یه توضیحی بدم در مورد داستان‌ها. داستان‌هایی رو انتخاب می‌کنم که برای هر سطحی قابل فهمه و اینکه جملاتش توی زندگی روزمره‌تون به دردتون می‌خوره. یعنی اینطور نیست که داستانی بخونید و بعد اصلا به دردتون نخوره. از طرف دیگه وقتی شما داستان می‌خونید هم لغت یاد می‌گیرید، هم اصطلاح یاد می‌گیرید، هم گرامر یاد می‌گیرید. و همین که داستان بالاخره جذابیت خاص خودشو داره و گاهی اوقات داخلش موارد آموزندهی هم داره. به خاطر همین توصیه میکنم که داستانها رو جدی بگیرید و دنبال کنید. زیاد صحبت نمی کنم، بریم سراغ ویدیومون. Today's Father's Day. Today's Father's Day. امروز روز پدره. Daniel surprises his father. Daniel surprises his father. Daniel پدرش رو سورپرایز میکنه. He serves him breakfast. He serves him breakfast. چون که دانیل سوم شخصه یعنی he هست، فعلش اس گرفته. او برای پدرش صبحانه سرو میکنه، یعنی از پدرش با صبحانه پذیرایی میکنه. سرو یعنی پذیرایی کردن، ارائه دادن. There are eggs, bacon and orange juice on the tray. There are eggs, bacon and orange juice on the tray. دوستان try نگید، بگید tray. Tray یعنی سینی. توی بیکن حرف ای همون صدای ای میده. بیکن. بیکن. در سینی تخم مرغ، بیکن و آب پرتقال وجود داره. بیکن گوشت ورقه شده خوک هست. Daniel's father is happy. Daniel's father is happy. پدر دانیل خوشحاله. Later they go to play tennis. Later they go to play tennis. بعدشون ها میرن تنیس بازی کنن. Finally they watch the sunset. Finally they watch the sunset. در نهایت اونها غروب خورشید رو تماشا میکنن. What a great day. What a great day. چه روز عالی یا چه روز خوبی. خب دوستان بریم سراغ داستان دوم. Sarah's basketball team lost today. Sarah's basketball team lost today. تیم بسکتبال سارا امروز باخت. She is upset. She is upset. او ناراحته. She walks home sadly. Sadly یعنی با ناراحتی. She walks home یعنی با پای پیاده به خونه میره. یا مثلا She walks to school. او با پای پیاده به مدرسه میره. دوستان she سوم شخص است و فعلش اس گرفته. She sits down on the couch. کاوچ یعنی مبل. چون که شی سوم شخص است فعل شنی سید اس گرفته. She sits down on the couch. او روی مبل میشینه. She starts crying. She starts crying. او شروع به گریه میکنه. Her mom sees her. Her mom sees her. مامانش او رو میبینه. She gives her a hug. She gives her a hug. دوستان give a hug یعنی بغل کردن. چون که سوم شخص است فعلش اس گرفته. Then she bakes Sarah's favorite cookies. Then she bakes Sarah's favorite cookies. بعدش او کوکی های مورد علاقه سارا رو میپزه. دوستان وقتی هنگام پختن سر و کارمون با فر و کلن حرارتی باشه که باعث خوش شدن مواد غذایی میشه، در این صورت از فعل بیک استفاده میکنیم نه فعل کوک.
که کیک و شیرینی با همچین شرایطی پخته میشن. به همین دلیل از فعل bake برای پختن کیک و شیرینی استفاده میکنیم. البته برای پختن کیک و شیرینی و غذا میشه از make هم استفاده کرد. ولی خب همونطور که مشخصه make حالت عمومی تری داره و برای کیک و شیرینی و غذا و اینها به کار میره، ولی bake یه حالت خاصتری داره و مخصوص پختن کیک و شیرینیه. The warm cookies make Sarah smile. The warm cookies make Sarah smile. کوکی های گرم باعث لبخند سارا میشن، یا کوکی های گرم لبخند به لب سارا میارن. Make someone smile یعنی لبخند به لب کسی آوردن. اینجا به جای سارا سموان نشسته. Sarah wipes her tears away. سارا اشکاش رو پاک میکنه. دوستان wipe away یعنی پاک کردن بدون اینکه اثری ازش باقی بمونه، اثری از اون ماده که حالا میتونه اشک باشه یا چیز دیگه ای باشه باقی بمونه. wipe off هم همون معنی رو میده. در کل هر دوی این اصطلاحات معنی remove یعنی حذف کردن و از بین بردن کامل رو میدن. و جمله آخر She realizes that sometimes you win and sometimes you lose. She realizes that sometimes you win and sometimes you lose. او متوجه میشه که گاهی شما میبرید و گاهی میبازید. یا او متوجه میشه که آدم گاهی میبره و گاهی میبازه. وین بردن، لوز یعنی باختن. خب دوستان امیدوارم که همیشه برنده باشید و تا یه ویدیوی دیگه خداحافظ.